سلام دارم خدمت تمامی شما خواهران و برادرانی خوب و عزیزم امیدوار هستم که حال همگی شما عزیزان خوب باشه عزیزان دل وطن داره عزیزم هر جای دنیا هستید خداوند پشت و پناهتان باشه و سلامی دیگری دارم خدمت تمامی فارس زبانه عزیز در سراسر دنیا امیدوار هستم عزیزان دل هم زبانه ما حال دل همگی شما خوب باشم. افغانای عزیز و تندارای عزیز و نازنینم آمده امروز دوباره با یک داستانی که یک داستانی را خواستم امروز با شما شریک بسازم و یک حقیقتی را که تقریبا مثل یک داستان میشه اینجا براتان بگویم خوب عزیزان پیش ازی که با شما صحبت کنم بیاین تشکری کنم از یکایک یک که شما نازنینا عزیزان ما که بسیار کامنت های زیبا کردین ویدیو ها را فالو کردین عزیزان سابسکرایب کردین تشکر میکنم از از کلتان بازم تا میتونین ویدیو ها را شیر کنین عزیزان تا کسایی که ندیدن خواهرای ما که هنوز آشنایی با کام آشنایی کامل با چینل یوتیوب من ندارن سعی کنین که اینا آشنا شوه خواهرای بسیار نازنین دوست داشتنی ما که از قدیم از روزی که ما در یوتیوب آمدیم شما با ما بودین و شما ها که از چند ماهی پیش هستین سعی کنین که ویدیوها را شیر بکنین باز خواهرای دیگه تان که با دوستای افغانتان عزیزان کسایی که مشکلات دارن در بین خانهشان یا کسایی عزیزان دل که خیلی دسترسی ندارن و بیرون و خبر ندارن از آزادی که باید اینا یک آزادیشان داشته باشه عزیزان دل اینا رو کمک کنین خوب عزیزان دل براتان قصه بکنم یک قصه که من در لس آنجلس زندگی میکنم و در نزدیکی نه یکم دورتر خانه ما یک فامیل افغان میشنه که ما بچه کاکا میگم میشه خب تقریبا بچه کاکا هستیم بچه کاکا میگو مینام دختر کاکا میگن خب البته ایرا خانومش نمیفامه خب عزیزان من میفهمم که خانم دارم رئیس اولاد و هر جای هم در هر میتینگ جایی که بوده بسیار آدم محترم است و ما دیدم آدم بسیار از افغانهای لوکس و افغانهای بسیار چه بگویم که سن سالش خورد است عزیزان نیکی هم سن ما باشه اندازه تقریبا اندازه بچه کلانم هست یک کمی از بچه کلان کلانتر باشم خوب عزیزان موچی از ایره یا دست از ایره گرفتم یکم گرمی کردیم من این بولیزم یکم آقا گرم شده عزیزان دل یکم گرم گرم هم نیست بازم مگر گرمی کردیم خوب لایت است همین لایت که روشن میکنه این خودش یک رقم گرمی تولید میکنه خب عزیزان دل ما هر روز بعد از چاشت که از کار خلاص میشم میایم خانه یک چای که میخورم یا جیم میرم اگه وسیله جیم نداشته باشم یک کم پیاده روی میکنم همین پایین سر کوچه ما تا پایین یک کم سرنشیبی داره باز تا بالایی میریم باز پس تا پایین میریم تا سرنشیبی که میریم خودمو آدرسی که تقریبا اینا دم سرک میشنن خانهشان دم سر سرک میباشه که از آپارتمانشان میاین پایین می افغانو میگم خب من کارم رسوا کردن یا آدم های بد هست ولی نامشه نمیگیرم که یک وقت کسی نفهمد چون زنش فارسی زبان نیست نمیفهمد از <laughs> زنک فارسی زبان بود حتما میفهم زنش آمریکایی هستم خو عزیزان دل چطور موچ از گرفتم پیاده میرفتم رفتم تو پیش از اینکه داستان رو شروع کنم میره گپ میزنم به خاطر که ویدیوی مرا خودش می بینم مطمئن هستم چون بسیار تاکید کرد که سایکو نام ویدیو نگیری گفتم رسوایت میکنم می کنم عزیزان تو که اینا پشتش طرف ما اما من می در تلفون گپ میزنم میگه که آه بسیار شکایت میکنم میگه خدا قسم قسم دادی مرا زن دارم ولی یک زبان نفهم یک بیشعور بیشرف هیچ چیز نمیفهم مثل گو هستم در حالی که زن ازی رو ببینی میگه مدل هسته خوب میگه مدل هسته مدیل آمریکایی خانه زندگیش رو ببینی زن یک زنی هست یعنی باور کن افغانای ما رو خوشایند بعضی مردا گوش کنه و هم خنده کنه هم بگه خب خب دلش میشن او طرف ها نمی فهم که چه قسم باش آشنا شده بود ولی من صدای از زیر میشنید و رو نمی گفت مثل گو هیچ چیز نمی فهم خب کجا ببینیم خب خب میایی بخیر در ستار باکس میایی خب نمی فهم تو بلند بلند دیگه من آهسته آهسته قدم ما برداشتم خب میشناسم از پشت سرش که دیدم میره از بغلش هم دیدم چون زیاتر میبینیم هم دیگر آدم کوچه ما هست و داخل خیلی میتینگ ها میبینیم خب خواستم که اینی مرا ببینه عینک زده بودم سلام کردم که در تلفن قطع کرد که سلام عینک مورداشت برداشتم. گفتم شناختی خو خواهر خو سارا سلام خوب هستین؟ چطور هستین؟ گفتم خوب استم خو یه انگر غیبت میکرده نه 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 گفتم کدی قرار میماندی؟ گفتم او زن ببین نمیفهم که اندازه او که امروز قرار داده اندازه مادرت هست اندازه امیت هست اندازه خالیت هست گفت نه نه همکارم بود همکارم باور کنید همکارم بود گفتم راستش میگی یا امروز برد ویدیو جور کنم نه تو خدا خواهرجانی کار نکنی نی. نه نگفتم ویدیو جور کنم گفتم راستشم میگی برم در خانه نه نه خوارجان جان کار نکنی خب میفهمی که ای زنای این مردم اج نمیفهمه گفتی یک یک کس بسیار دم خود شوزان انداخته که دوست دارم رو خوب... خلاصه عزیزان مش گرفتم تا چند راه را که بریم یک چای بخوریم دختر کاکا خیر است اوش کده باشین یک وقتی دهی زن گپ نزنی دیوانه است گفتم ده زن گفت نمیزنم ولی اگه یک بار دیگه هم تو رو گیر کنم در سرک یاد کدام جای ببینم که کدام دیگه باشی گفتم به خدا ویدیو پر میکنم به نشان میتم ما را که میشناسیم ما آمدیم که شما را آدم کنم گفت نه نه امروز هم کنسل میکنم ببینین این پیش ریت مسیج میکنم که من نمیایم زن دارم ما شوخی کردم که تد مزاح کردم دیگه چی دیگه بسیار مرا گفت وش کرده باش زنم نفهمم گفتم زنت نمیفهم ولی ایرا به عنوانی که یک افغان دیگر هم متوجه بسازم اینجا اومده ویدیو میگم نامش ها نگرفتم عزیزان خودش میفهمم چون بچه کاکا میگم بچه کاکایی میشه <applause> موشش ها گرفتم زن شوارس زبان نیست و عزیزان یعنی خداوند که به شرمانه اگه آدم ها را می شرمانه خب ببینین زن داره قلم باری مقبول زیبا خانه رسه زندگی رسه پاکی رسه که کار رس زنش از اندازه خودش که زنش زیادتر ماشش بلند است اولاد هم داره بازم خدا میفهمه ای کدام به گفته افغان ها کدام پیره امروز ملاقات نکرد که من نمانده میشه گفت من ببین امروز مخانه هستم گفتم من, من جات رو ببینم ده راسته ما عزیزان دل رستوران ها هسته و بسیار دکان ها هسته پایینش ستارباکس هسته و بالایش هم کافی شاب هسته فقط سعی کن که مطر گیر نکنم گیر کردم گفتم میفهمی که من آه، گفت نه نه نه, نه. خاطر جمع باش دختر کاکا خاطر جمع باش گفتم آزه به خودتان باشین اینجا را خیال نکنین افغانستان است گفتم جمریکاستم. امریکا کسی هستم که میخواییم تو امثال تو را آدم بسازم گفت میفهم هر چی گفتم گفت حق داری دختر کاکا حق داری و خدا راست میگی گفتم آخه او چی مشکل داره تو را ببین سرت اینه قکتا دراز گوش های تمین تو پپلا پپلا پات تو گوش داری گفتم نام خدا گفتم بینی هم اینم سمبوسه گفتم او را سیکو تو را سیکو خنده هم کرد گفت دیگه چه مشکل دارم من از پایین تا بالایت مشکل است ببین سرت اینه قدراز بینی هم اینم قه گفتم زنی قلم وری هست گفتم چی یک مرد هستی گفته دو زده از بغل شرط شدم فقط زاری میکرد که نه سک زن نفهم به خاطر که می خانه شریکی پول شریکی اولاد شریکی به خدا زن امریکایی چیزش جور کنه چیزی جورش کنه که حیران بانه که از کدام را آمدیم از کدام را بگرزم زنای افغان است که شما ها را تحمل میکنه قدر زنای افغان را بدانین که میزنین و میایشم میکنین و دوش میزنین دشت میتین شما رو چیز نمیگه ولی زنی امریکایی یا زنی اروپایی چیز جورتان میکنه چیز جورتان میکنه که استغانی پدر و پدر کلان هفت پشت در قبرستان میسازه موازی باشین خب عزیزان امروز دوباره میایم سر داستانی یکی از دخترای افغان دخترای زیبا که در امریکا است و داستان بر ما فرستاده عزیزان دل که حدود این خودش گفته حدود 20 سال میشه که ما از افغانستان برامدیم در یک چار پنج سال را ما در کشور هند تیر کردم دیگه یک پانزده سال میشه تقریبا که زیادتر اینجا هستم و مشکلاتش از مشکلاتی که قبلا داشته صحبت کرده و خاطری که یال فعلا که خودشان تنها زندگی میکنه ولی از مشکلات گذشتهش و از زندگی گذشتهش تعریف کرده که ما امروز آمدیم قصه داستان شبرتان میکنم عزیزان دل داستان زندگی شم میگه ما در افغانستان آرسی کردیم که حدود بست، تقریبا 22 سال پیش که ما یک دو سال بعد از این آرسی کردیم ما از افغانستان بر آمدیم کت ور و فامیل آمدیم هندوستان هندوستان آمدیم ما تقریبا یک سه سال با هم دیگه بودیم که یورم پس رفت و یورم بود ننویم با شوهرش بود خوشویم بود یورم خوشویم ما گرفت و اینا رفتن افغانستان که ما اینجا نمیتونیم زندگی کنیم پس رفتن و شوهر ما در این مان شوهر ما چون ترجمان بود در ملل متحد کارش هم خوب بود یه همونجا گفت من میشدم فعلا ببینم اگر رفتم در کشوری معرفی کرد که خوب اگه نکرد ما میاییم خب ما شیشتیم در هند و مشکلات خودش داشت بسیار مشکلات بود ولی شوهرم چون کار میکرد خوب بود ماش شما قدر نبود ولی ما زندگی ما میچرخید وقتی که ما وارد هند شدیم ما دو ماه حامله بودم دو سه که بچه اول سال اولی که ما در این بودیم آمدیم این سال بچه پیدا شد که ما دو تا در هند در دنیا آوردم دو تا بچه را که حالا خدا شکر اونا هر کدامشان جوان شدن و کلان و هر کدام درس میخوانن تحصیل و آدم های خوب شدن و بعد آمدیم امریکا بعد از پنج نشده بودن و از از چهار سال زیادتر بود که ما آمدیم امریکا امریکا که آمدیم ما دو تا اولاد دیگر آمد امریکا کردم که دو تا دختر دو تا بچه دارم دو تا دختر و ها از زندگیش قصه کرده که از روزی که من با این مرد آروسی کردم ای از روز اول ای فقط عادت از کم زدن ما بود و دو زدن ما بود و دشنام و ممر و بسیار گبای بد و بیرد بزن در هندوستان هم که ما بودیم تمام مردم دانباسکو درس میخواند و دانباسکو میخواند و همین درس انگلیسی میخواند و درس, ای می و درس ای ای که زبان بخانه این مره نمیماند میگفت تو را چی مانده که تو بری درس بخوانی یا تو را چی مانده که تو از خانه برای رایتا گم میکنی ببین کدام ایندی گرفته میبره ای تا میگه مرا بسیار بد میزد خب خلاصه ما تحمل کردم چون او وقتی که ما آمده بودم هند ما هیچ چیز نمی فامیدم که یعنی ما جلوی استاد شدم که چرا مرا گبه بد می زنی؟ چرا نمی که ما درس بخوانم البته او چند وقتی که ما بازانی ورم اینا بودیم اونا هم نمی خواند او نمانده بود که درس بخوانم ولی ما در مکتب خوانده بودم در افغانستان ما صنف نوی مکتب خوانده بودم که آروسی کردن مرا دیگه نخوند. او زبان مکتب خوب مکتب افغانستانه دیگه فارسی یا پشتو وقتی که آمدیم هند مرا نماند بعد ما آمدیم معرفی شدیم خلاصا ما آمدیم امریکا ما آمدیم امریکا در کالیفرنیا آمدیم در یک در یک شهر دیگهش لس آنجلس نه در یک جای دیگه آمدیم ما برای ما دولت امریکا یک آپارتمان دادو ما دو تا اولاد داشتیم که ما دوباره دوبار عامله شدم و دختر کردم و باز دختر کردم که ما تقریبا حدود چهار سال ما و شوهرم در امریکا زندگی کردیم وقتی که ما آمدیم در امریکا ما براش گفتم که ما میخوایم زبان انگلیسی بخوانم بسیار مخالفت کرد گفت نه بشه اولادای تا کلان کن تو نمیتونی، گم میشی یگان امریکایی بازیت میتا میگه روز ششتم کتش قصه کردم گفتم خطش دعوا کردم گفتم بچه دختری که بچه سیومون میشد دخترم پیدا شد. گفتم تا که من درس نخوانم زبان یاد نگیرم گفت چی میکنی زبان یاد گرفتم گفتم خب من در امریکا زندگی میکنم یک وقت پشت سودا میرم یک وقت آرایشگاه میرم هر جای رفته خودم میبرم میتا گفتم نمیشه که من هر جای بروم تو هم رایم را بیایی میشه اگر روزی نباشی خدای نکرده گفت چی میم ما... یعنی میبرم؟ گفتم نه نمیموری خب میشه که یک روزی یک جای هستی خب اینا اولادا کلان میشه اینا یاد میگیره تو لازم نیست بری درس بخونی خوب همین قسم میگه کتی تیر کردم و دختری دوم دو هم شد بخاطر که نمی فهمیدم که چه قسم جلوگیری کنم میگه چهار سال هم کتی همون تو تیر کردم که یعنی دو اولاد دیگر هم دو ظرف چهار سال مد برایزی کردم که شده بود چهار تا میگه یک روز که دختری دو موم که یعنی بچه چهار هم که میشه پیدا شده بود تقریبا شش ماه هفت ماه بود برش گفتم که جان فلانی نامش گرفتم مرا من, من مکتب میخوانم روز تا به رو من در خانه دیق میارم کل اگه اینجا میبینی که سواد دارن درس میخوانن مرام گفته که چرا مکتب نمیخوانی تو گفته اوشتک دار است و بر از اونا اینا مرا خودشان میبرن نشان میتن رای بست یاد میگیرم بانش که من مکتب بخوانم میگه طرفم سعی کرد گفتی یک دفعه نام مکتب و دوباره بگیری یک دندان دادانت نمیمونم در میزنم من میفهمم اگر تو از خانه برای گم میشی این هم تو را بازی میتهم این کافرا ممکن است مکتب بوری چادر تبانی ممکن است مکتب بوری فردایش روز اول که تو را مکتب بان روز دومش بگه که ما چادر ما میمانم روز سومش بیایی بگه تنبان من نمیپوشم روز چهارمش بیای بگو ما کل کنده روز پنجمش بیای گفت زنای افغانی نمی تو هستین شما تور مسلمان هستین میگم ما گفتم طرفش دیدم گفتم تو هنوز مرا دیدی که ما به اجازه تو کدام کار کرده باشم گفت نه ندیدیم ولی مطمئن استم می ما مطمئن هستم که میکنی گفتم مرا قید نگی ما بون مکتب بخونم گفت لج میکنی که تمام گفتم نه کاتت لج نمیکنم از تو خواهش میکنم بونش که با برو مکتب بخونم میگه گفت نمیمونم گفتم اگه ما رو مکتب خواندن نمونیم ما دیگه رقم کاتت برخورد میکنم میگه چای میخورد گفت چی میکنی گفتم فقط گفتیم اگه ما رو درس خواندن نمونیم ما دیگه رقم قتت گپ میزنم درست است که من لعنت خوردیم در خانه داوودش نام از تو شنیدیم مرا بسیار گبای بد زدی ولی مرا باند که ما مکتب بخونم میگه نان میخورد در پیشش قاب بود مرا نزد کت قاب چون فهمید که ما اینجا تهدید کردیم میگه کتم قاب که زد دم بغل دیوال میگه باور میکنی نمو گجی که از سیمان وری بود میگه و نمو جای قاب مان مگه در بغل دیوال کل غذا ریخ در روی دیوال و در تایخانه میگه گفت نام مکتب بگیری میکشمتا میگه دیگه هیچ چیز نگفتم گفتم گب گفت خرابی کشیده بان که ما سوشال ورکری که می آمد خانه ما می رفت یک زن بود پیش من می آمد همیشه خبر من را می گرفت شماره او را داشتم ولی او در زبان فارسی گپ نمی زد همیشه خانه ما می آمد یک ترجمان که خود می آورد و یک زنی بود که فکر کنم از خود امریکایی نبود سفید پوست افریقایی وره بود ولی امریکایی بود من زنگ زدم دا او تلفن مرا نفهمید فورا بعد از اینکه ای رفت بیرون ما زنگ زدم او ترجمانه روخ کرد که چی میگی نام مرا گرفت گفتم ما میتونم شما رو ببینم گریان کرده گفتا یال وقت ندارم شاید تا ساعت پنج برسم خانه تان میگه گفتم سیستا مگه ساعت پنج هم نشده بود که نامدن گفت چی شده گفتم مرا مکتب خواندن نمیمانه مرا از خانه بیرون رفتن نمیمانه امروز هم ببین نام مکتب گرفتیم که قاب زد بغل دیواله ببین جای شهر انوز میگه لکای روغن و او در روی دیوال بود <تصفح> میگه طرف اونا سعی کرد گفت شوهر تو باید در دولت جواب پس بده ممکن بود قاب در تو بخورم گفت موش کده باشه این شوهر ما را زندان نکنین گفت نه ما زندان نمیکنیم شوهر تو فقط میاد چند نفر هم روش گپ میزنه ببین چی مشکل داره میگه دیگه من در ترس و لرز هر چی گفتم اینا را اینا گفت نه ای کار تو نیست کار ما است که فردا ای در امریکا است میتونه که در شما و اولادتان صدمه بزنه ما باید دو اختار بدم میگه در ای زنگ زدن و از خانه بر آمدن و ای را فردایش کتی قرار ماند که ای را در آفزشان دعوت کردن و بریزی گفتن که تو ما آمدیم خانه تو تو کتی قاب زده بودی زن تو را بغل دیوالا تو تیت شده بودی اینا گفتن گفته من نکردم گفتم ما دیدیم زن تو آدمی نیست که دروغ بگه او یاد نداره او امروز مجبور شده که ما زنگ بزنه تو چرا نمیمونی و مکتب بخونه گفته او راهش پیدا نمیتونه کیس ورکرش گفته کیس ورکر اینا ده او گفته داشویش که من میایم خودم میبرم تا میارم ببینین مردم امریکا چه مردمی هست عزیزان گفته خودم میایم میرم میبرم تا چند روزی که اینا راه را یاد بگیرم وقتی که را را یاد گرفت دیگه کارش نمیگیرم که شویش گفته نه اوت که خودم میبرم نه گفته اگر ما بیاییم فردا زن و نبرده باشی ما از تو باید ما جواب پس بدی گفته نه خودم میبرم میگه خانه آمدی یک آل را راه انداخت که نمانده من تیر و تایفه و پدر و پدر کلان مرا از گلستان کشید و مرا دوزد گفت خوب گری رو شروع کرده فایشه برو در سر سرگ تو کو برو خاو کو کتی هر کس هر کس از شد طلب کو کتش خاو کو شد چیل نفر در سر خودت بالا کو میگم من تمام بدن و مینه تو میل گفته حال در اونا گفته من مکتب نمیمانه برو مکتب برو کن تا لشکو سر تا هر کاری میکنی بکو تو کار ندارم مشروعی تو نیستم دیگه خلاص شده از من طلاق 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 میگم یک یک سرم یک طلاق خب خلاصه او شاو تیر شد صبحش مرا گفت بخه کالای تا پوش که ببرم تو رو مکتب گفتم نه من تو نمیرم اینجا تا درا رو مرا دو زده ببری میگه چون خب موتر نداشتیم ما چند سال موتر نداشتیم باید دا بس میرفتیم میامدیم گفتم من نمیرم گفت بخه به خدا قلدت کنم خروری بخی که تو رو ببرم میگه من عشقایم در روی مشکالود و پود 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 و جل جل و نموی مشانه نیک روی میکاپ کرده خودم در یک جای میری مثل یک چیزی کنی نی تو بترسی و تو بلرزی تو رو ببره شما احساس کنین چی میگه خواهر ما راست میگم میگه خلاص رفتم در سوری میگه زدم یک چپنی که از افغانستان آورده بودم امو را پوشیدم چادر مادر ما پیش سر کردم که امجا سرم در سر بس حمله نکنم اولادار در خانه موندیم ما رفتیم که مکتب در مکتب رفت مرا نوشته کرد و که اینی تایم اینی تایم کت اونا هم چین گپ میزنه کت اونا خوب که آه زن ما آورده که درس بخونه اشتکای ما که کتش گفته بودن که اشتکای تم ببری در بانی که هم جایی که اشتکا رو وش میکنه در اونجا بانی و کت اونا هم گپ زد و اونا رو هم ثبت نام کرد و خب خلاصا آمدیم خانه آمدیم خانه برای ما گفت که مطور مکتب نوشته کردیم اگر دیگه تو نوخت شوه موی در سرت نمیمانم اگر خانه تو ناجارو باشم خب کل چیز هم گفتم نه من کل کارهای ما میکنم درس مای خانم توی تشویش نکن اگر من بفامم در مکتب پیشید کدام مرد چشته من تو رو تو نمیمانم بفامم در مکتب اینی مویت معلوم شد و کل میکنم ده میگه دیگه خلاصه هر چی گفت میگه گوش کردم خب اینایش یک طرف میگه من رو مکتب ماندم من مکتب میرفتم و میامدم نگه ای مرا می برد و مرا پس میامد می آورد وقتی که دنبال من می آمد وقتی مرا می برد در مکتب تاول می داد خودش می آمد خانه یا اونجا می ششت من نمی فهم، کار نمی کرد تا چند سالی مرا که کار نمی کرد وقتی که مرا وقتی دنبال من می آمد هیچ خبر نداشتم که ای مرا بعضی ها از اشاره می کرد که ببین او شوهر تست سعی می کردم که نمت تو استاد است در و در مرا میبینه خب خلاصه یک سه چهار ماهی را من مکتب خواند و می مرا برد ولی در خانه ما قوقا با پا بود که من مجبور شدم که مکتب ایلا کنم اینی چاره نداشتم ای قدری مرا دو میزده. قدر داشت نام میداد که خو خو خو, خو خوش گذشت خب دل یخ کردی خب برد خوش میگذره که خلاصه ای را مجبور کردن که سر کار بره دولت آمد برش کل چیزا رو برش گفت که دیگه تو نمیتونی در خانه باشی تو این خودش در مریضی زده بوده که من حساب ندارم نمیفهمم گفت ما تو رو میبریم دکتر دوا میتیم ولی خود ما برای تو کار پیدا میکنیم خود اینا برای زی کار پیدا کرد در یک کمپنی که یک, یک دوکانی که کمپانی کمپنی میگه دیگه بارا رو از اونجا اونجا میماند از اونجا اونجا که کاری در اعصاب و در گفته باید تو کار کنیم میگه سری کار رفت که سری کار رفت و من مکتب ایلا کرده بودم مکتب ایلا کرده بودم اینا آمدن از من خبر گرفتن چرا مکتب نمیری؟ گفتم من مکتب چون شوارم سر کار میره گفت اگر تو مکتب نری پودستم تو قد میشه نمیفهم پایسه که کش میگیری ممکن است برای خود مقدار کمک دولت بود یه قد شوه مجبور باید مکتب بودیم من پس مکتب گرفتم ولی روزگار ما بسیار خراب بود و روز تا روز از این سی من دیوانه دیوانه هیپ تو شده بودم که این یک وقت نبود که ما اگر چای کم رنگ میشد ای فقط دو میزد اگر نان یک ذره برنج خوب نمیشد ای دو میزد که به خاطر از این است که تو خوشگذرانی میکنی مکتب میری خب خلاصا ما چهار سال با هم بودیم دیگه نتونستم ادامه بدم که ایروم چه قسمی ما خواستم که از جدا شوم که یک روز آمدم از مکتب که بچه از زده دا و دماغش خونی کرده خودش داره میشویه و این بچه گریان میکنه که دیدم که چک 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 از خون چکیده که من بسیار ناراحت شدم گفتم چی شده من گفت گفتم این طرف نبیا که میزنم تا که از این میکنم تا که من بعدا از بچه پرسان کردم که چرا چیز برای چیز زد تو را گفت برای چیز یا تو را دو میزد که که مادرت مکتب رفته و من گفتم چرا قدو می کل مردم مکتب میره که مرا زد یه قدر هم زده بود میگه که دان و بینی و یک شده بود که من همون وقت پلیس زنگ زدم که بیاین این خانه ما بیاین ببینین که اینا آمدن و دیدن و ایره بر زندان خب خلاصه اک چند مدتی را ای البته چند وقتی را زندان بوده و بعد از اینکه زندان شد از من خواستن که چی میکنی گفتم من دیگه امرای زندگی نمیکن که اولادای مرا برای بر ما دادن و ای تا یک و سال دو سال اینم میتونست بچه ها ببینم دولت برای اختار داده چون لب کرده بود بچه کلانه دولت برش اختار داده بود که نمیتونه ببین تا یکی خودی بچه که او را از خوبی ما بود که ما خواستم کت بچه گپ بزنم, بزنم که دخترایم گپ بزنم که در دولت بگوین ما دل ما بر بابای ما تنگ شده ما میخوایم ببینیم چند مدت رو زندان بوده جرمیش تیر کرده بوده دولت همو قبر ازو احسان کرده که او را دپورت نکرده چون افغان‌ها را از ازان دل این که کسی پاسپورت بگیره در امریکا یعنی خیلی جرم کلان نکنه دپورت نمیشه اگر امریکایی میشه وقتی اگر افغان در امریکا میای افغان امریکایی میشه پاسپورت شد گرفت او باید مثل یک امریکایی زندان شو و جرمش پاس پس بده و جرمه بده ولی در کشور هسته برش اختار میده هر کاری که دولت امرایش میکنه ولی اگر افغان دپورت نمیکنه من نشیندم، من شاید بعضی اگه گرین کارت دیگه اینا داشته باشه چرا ولی من هنوز نشیندم که کسی پاسپورت دی آمریکا رو داشته باشه دیپورت شده باشه خوب عزیزان دل میگم ما بعد از تا یک و نیم سال دو سال نمیتونست اولادایش ببینه که ما کت اولادا گپ زدم که با رو ببینین خیر هستن و در خراب بود خب خلاصه من اینا رو در آوردم که اینا پدرشان رو دید و کت دولت گب زد که پدر ما در ما ضرر نه رسانه خیر رسان. است ما میخوایم با بابه ما رو ببینیم دل ما برش شده که اولادا رو دید وقتی که اولادا دیده بود از, اول... از اولادا از هر کدامشان میپرسید که ماد... یاد می داد دا اونا که مادر تا نینی تو کت دولت بگوین مادر تا نگینی تو کت شکایت کنین مادر تا تو... او را ایقه که مکتب در مکتب برای اشتکا میگه که مادر تا خشونت کرد شکایت کو یا در پولیس بزن ای سه برابر او داولدا میگفت میگه بچه کلان هر دفت میامد خانه میخندید میگفت چه خیال کرده خیال کرده که خودش دیوانه است مادر تو هم دیوانه هستی میگفتم چی شده هم میگفت اونو تو گبا میزنم میگفتم خیر هستم <coughs> وقتی که میگم بچه ها شروع کردن ای دیدن که ای رفت آمد ای دوباره شروع کرد و پیش من نفر روان کردن که من میخوایم پس یک جای انجایشا میگه اولادا طرف ما دید گفت ما جان اوش کده باشی کده پدرم یک جای نشوید ما نو میفهمیم که ما زندگی میکنیم اگر تو همراه پدرم یک جای شوی دوباره ما شام و کاسه قدیم میشم ما نو یک ذره میفهمیم که ما خوی ما رو میفهمیم یا نان خورده ما رو میفهمیم میگه خودم مکتب خواندم انگلیسی رو یاد گرفتم و شروع کردم در کار خدا رو شکر انوزم که انوز کار میکنم بچه کلانم هم درس میخوانه هم کار میکنه، بچه دومم هم درس میخوانه کار میکنم یک کار بسیار... اه، اه، نه، بچه کلانم کار میکنه، درس میخوانه، ولی دیگه هم درس می خوانه اوقع خدا را شکر داریم، روزگارم خوب است، من که خودم با بچه هم که هستیم دوتای ما زندگی رو پیش میبریم. بچه های بسیار بچه های خوب است و دخترای ما هم بسیار یک دخترای اوشیار رو هرچند که سینی ندارن ولی دخترای 15 ساله 15 ساله 16 ساله دخترها که اوشیار شدن و کل چیزا میفهمه بچه های ما هم و یک بچه هم کار میکنم رای خودم هم کرای خانه میتیم هم خرج, خرج میکنیم هم پسنداز داریم خدا را شکر اما مادر من امریکا که در می مدت چند وقت که بودیم مادر ما خواستم از طریق مادرم بیادرم آمد امریکا بیادرم خواست مادرم خلاصا روزگار ما خوب است من شکایتم ندارم از زندگی ولی خواستم داستان زندگیم ما بر تو بفرستم خواهر ما ببینین هر زن افغان روزگار خودش میبینه چون مرد افغان درک نمیکنه هیچ وقتی زنی افغانه و هیچ وقتی صد یعنی در سر یک زن اعتبار نمیکنه یعنی در سر یک زن باور نداره خیال میکنه زن افغان که از خانه برآمد دیگه اینا را اعلام میکنن خبر نداره که ما زنای افغان بسیار زندگی ما را دوست داریم ولی اینا وحشیانه با ما رفتار میکنن من خود من پیش چشم خود مثل خود صدها زن دیدیم که مثل ما بودن بعض جایشان طلاق گرفته بعض جایشان هنوز زندگی میکنن ما زنای را میشناختم در هند که از شوهرش طلاق گرفت و میشنویدم خودم میامد میگفت اون زنی فلانی پدرنالت وقت از زنش طلاق از شویش طلاق گرفتم خودش هم میدید میگم در چشم خود ده گوش خود میشنید هم میامد در سر مزول میکرد و ها میگه یال یک زنی از ام... کشور امریکا نیست از کشور امسای بغلیش است که آروسی کرده چند سال میشکت از او زندگی میکنه میگه او زن را ببینی حیکل او را ببینی دیگه شایی نمیگم رشخند نمیکنم که خدای نکرده کدام توهین ده کش شو اولی پیش هر کس میش نمیگه زنی افغان خوب است اینا نمیفهمه میگه ما بارها ده گوش خودم شنیدیم که ده هر جای شکایت میکنه که زن زنی افغان است باید زن میگیری زنی افغان بگیری ایر هر کاری میکنه میره طلاق دادم نمیتونم میگه او از یک اولاد کرده ای طلاق دادم نمیتونم مر اعلان نمیکنه هر کاری که میکنم مثل یک زنجیر ده گردنم هست میگه خود میگم خوب نشدی عجب نشدی روزی در سر ما آوردی روزی در سر ما آوردی که مرا مثل دیوانه جور کرده بودی اولادای ما هم تو خوب شد خواستم امروز داستان ما بر شما بفرستم و برتان بگویم که خواهر سارا ما تمامی داستان شما را گوش میکنم تمامی حقیقتای زندگی یک زن افغان شما بیان میکنین مثل ما تو و یک دیگه خواهرای دیگه ما ولی ما خواهشم از است از برادرای افغان که نکنین همین را نکنین چرا ما زنای افغان وقتی که خارج میاییم از شما در افغانستان که ما از شما روز نداریم بیرون هم که میاییم شما میفهمین که آزادی هست باز هم هم کارهای تانه میکنین نکنین میگه خود ما بعد از شوهر ما که چند سال هسته که ما جدا شدیم ما یک بوی فرند کتش دو سال دوست بودم که او را خوب نبودیم بین خود جدا شدیم از هم دیگه دیگه نه بوی فرند دارم نی مرد هستم نی دیگه. زندگی ما خوش خوش تیر میکنم کت اولادایم های ما اروپا هستن مادر جان ما میگیرم اروپا میریم میریم میگردیم یک هفته دو هفته سه هفته بعض وقتا یک ما میمونی خورده میگردیم باز پس میریم خوش و خوشحال زندگی میکنیم ولی مرد علقش خوشک در پیش هر کس که میشنه زن زن افغان است باید دختر افغان بگیری میگه سفاریشی در بچه های دیگه فقط که زن افغان بگی. میگه بعضی وقتا رو پیش خود میگم اگه تو سگ یک زن افغان خوش داشته چرا تو در بدر کردی زندگی را خراب کردی اولادا را بپدر کردی و مرا به خانه و چند سال ما ده حال خودم نمی اومدم مری یک دیوانه روانی جور کرده بودی چرا یال تو میگی میگه نه شعارش است که زن افغان بگیرین زن افغان خوب است میگه ما کتش گپ نمیزنم هیچ وقتی که یگان دفعه ما جایی باشیم که اولادا باشه یا که خانه ما میگه من نمیمانم در خانه ما بیایه ولی میبینیم بعض وقتا یک یا, یا میبینیم میگه طرف تا میایه میگه پشت ما طرفش میکنم میگم با ما گپ نزن میگه هیچ نمیتانم که نهایی که کتمه کارای کرده فراموش کنم هیچ نمیتانم رو ببخشم طلاق گرفتیم جدا شدیم میگه از هم دیگه دور هستیم زنش میشناسه مره یگان دفعه یگان جای میبینه زنش سلام علیک میکنه و می خیال میکنه که یعنی من هنوز از پشت از این مرد هستم میگه میگه چرا عروسی نمیکنی تو ای مقبولی میگه طرفش میده میبینم میگم من عروسی نمیکنم چرا نمیکنی میگم خود تو چی نمیکنم عروسی خوب عزیزان دل داستان خواهر ما را شنیدین و اول داستانم که داستانی به چه کاکارم گفتم شنیدین که گفته مردم ها ایران میگم موچی فلانی را گرفتم من موچی و کاکا را گرفتم دیروز یعنی عزیزان دل افغان مرد افغان هر چی که باشه دور از خوبایشان دور از خوبایی که خودشان ده هفت او رحمت او میکشن اینا پاک میشن ایناش خوب هستن ولی با کسایی که امی بازاریایشان که از طریق کوچه سوادی درست ندارن منطق ندارن یک تربیه درست نشده باشه این اینا اینا که در خارج میایا به خدا هم پری پریم که در گیر اینا بیایا اینا و چی تا در سر او میکنه همین خیانت ببینین من در چشم خود دیدم که ای کدام چیز نیست شاید ویدیوی من رو ببینید اگران کامنت بکنه که من گفته بودم که دیبار گپ اگر نظر من برش گفته بودم و دی ویدیو میگو میره ای بسیار یک سوژه خوب شد که ما برای دیگرها بگویم تو رو خدا چند بار در میمانت کنم چند بار میخوای رستوران کت فامیل دعوتت کنم ولی اگه بندفتم بست بار مرا دعوت کنی چون زن تو فارسی زبان نیست اگه فارسی زبان بودی من نام تو رو میگرفتم چون فارسی زبان نیست لزومی نداره کلمه به نام تو رو بگیرم ولی کلگی میفهمه که بچه کاکا گفتم کی رو میگم <تصفح> خب عزیزان دل امروز خواستم داستانی خواهر ما را که در امریکا هست زندگی میکنن ولی متاسفانه هنوز خانه نخریدن در خانه های کرایی زندگی میکنن هنوز خودش میگه که 15 سال اینجا هستیم ولی مشکلاتی که سر راه ما بوده چهار سال با این مردکه بودم بعد از هم یازده ساله که تنها بودیم مادر یا اولادا بودیم سعی کردیم تلاش کردیم کار کنم یک مقدار پیسه پس انداز کنم چون خودم از سنگل مادر هستم خب خرج خانه تمامش در گردن هست و بچه ما هست خدا رو شکر خوب بچه از کار میکنه حساب حساب ما یک جای هست و اون کلش هم میگم مادر اینی کار کردیم اینیش بیا خرج خودم اینیش ها تو در کرای خانه میتیر کار میکنی پس انداز دارم مادرک ما مکتمه هست بدرم دورتر میشنه ولی زندگی ما خوب است ولی خانه نخریدیم که با ما صحبت کردیم میگه خواهر سارا نمیشه خانه خرید در امریکا بسیار قیمتی است گفتم نه میشه اونمو کرایی که تو دو هزار در ماهانه کرا میتی اونمو را اگه در خانه بتی تو سایب خانه هستی هرچی ویسه در کرای خانه نتی در حساب مرگج میتی میره در حساب خودت سیف میشه یک روزی هم خدای نکرده که تو نتانی خانه را پیسه شویتی اونو دولت حساب میکنه قرض خودش هم میگیره پیسه تو رو پس داده ست میده ای که افغان ها میگه پیسه آدم دولت میخوره دولت امریکا یک روپی کسا نمیخوره اگر تو خوب کرای خانه مو مرگش داده نتانی معلوم است که دولت او را سرش میگیره سه ماه نداده باشه او سه ما را میگیره خانه رو فروش میندازه فکر خیلی ها خانه نمیخرم میگه میترسم نمیفهم دولت میگیرن نمیفهم تو میکنم در امید می قانون ها به خدا نفهمیدیم هر چی که یاد بتیم دیگه کنیم با سعی میکنیم که از یک جای دیگه یک مشکل هست عزیزان دل من خواهرانه برای اینا یاد میتون باور کنم من هر جای افغان رو میبینم در ویدیو کو بخی دان ما کلان شده ببین از روز اول <applause> به خندانو میتن از روز اول و گفته یک دختر همسایه داشتم یک لب غنچه داشتم که در زور باز میشد این یول از بس که گب زدیم گپ زدیم ببینین دانم چه کلان شده فقط برای که شما یاد بتم <applause> یک دختر همسایه داشتیم پیش خانه ما می آمد بود میگفتم اما جان وقتی در مسکه بودم تو یک پایک داشتم یک دستکای داشتم ببینی حالی چی شده میگفتم گفتم چی شده میگفتی گفتی تو کدر سیاه بدرنگ شده می گفتم چرا تو شدم اگه مسکو دیگه رقم بود اینجا دیگه رقم میفت فهمم در این مسکو یک پایکایی داشتم ناز ناز سفید، سفید یا ما پیش از این که زیاد کت شما گپ بزنم یک دان غنچه داشتم که هیچ باز نمیشد یا الان ببینین چطور کلان شد از بس که شما رو یاد دادیم ما افغان ها مثال داریم میگه نان از خود بخو نصیحت از کسی دیگر رو بکن البته شما کسی دیگه نیستین کلتان خواهر برادرای ما هستین دوستتان دارم باور کنین برادرای افغان کلش برادرای من هست بچه های افغان دخترای افغان کلشان خواهرای من هست منظور من هدف من ای است که شما آواره نشین هدف من ای است که زندگی تان پابرجا بانه هدف من ای است که شما یاد بتام در زندگی تان پرابلم پیش نبیارین یعنی هدف من ای است که یک زن افغان هیچ وقتی که شوهرش رو آزاد بانه هیچ وقتی از او آزادی بد رقم استفاده نمیکنه یعنی خدای نکرده او آزادی را در کدام خرابی نمیکشه اگه یک زن افغان آزاد باشه باور کدام او آزادی برای تو یک زندگی جور میکنه یک زندگی جور میکنه که تو را به گفته پادشاه جور میکنه و خودش هم ملکه یعنی زن افغان او قسم تربیه شده او قسم شیر خورده زن افغان از او زنایی نیست که تو را آزاد بانی و برا کتی بگرده کتی بگرده کتی خواه کنه تو خوش باشه تو نیست آزادی را بیتین در زنایتان ببینین زنا با شما چی میکنن هر چی قید بگیرین درونی خانه و ای نمانی زندگی تان روی در تباهی میشه چون ای اگه میگه من مکتب میخوانم میخوای فردا یک کمک خرجی تو شوه اگه ای میگه من از زبان یاد میگیرم فردا به درد اولادای تو میخوره ولی تو و سختی را در خودت میگیری میگه نه من یک تنه کار میکنم خرج خانه را میارم و تو در خانه بشی ممکن است یکی تو را در بیرون ببینه برادرای من اینی یک دیوانگی است که شما باید از مغزتان دور کنین و در سطل زباله یا سطل آشخال بندازین یعنی چی که زن قید بگیریم زن در خانه خوب است که در سر ما یک وقت خیانت نکنه زن قید گرفته خیانت میکنه چون زن که قید بود مجبور است در سوشال میدیا رو میکنه با کسی چت میکنه در فیسبوک میره خب به خاطر که پایش خرابه میخوای از یک جای دیگه شروع کنه یک زندگی دیگه آزاد بانین که دوستی هایتان تبدیل در خدای نکرده در دشمنی نشه و زن افغانه برش آزادی بیتی بر تو زندگی جور میکنه هرچی که زن افغانه در قیدی و زندان کردی روزگار تسیا میکنه از بترسین که روزگارتان یک زن افغانی که سواد نداشته از یک اطراف آورده از کو و کمر اینجا آمده روزگار تسیا کرده برای چی؟ برای که شما در خانه که اینا خوب رویه نمیکنین خوب زندگی نمیکنین که از اینا بخاطر همی که زیادتر تان میگین زن که از افغانستان اوردی زود ایتو میشه اوتو ای میشه شما خیلی میکنین که زن از اونجا که میاریم اینجا ممو قانون تیر کنه اینجا قانون تیر نمیکنه حتی در یک پارک یک زن افغان دیگر رو ببینه و ازش میپرسه که چی میکنی روز تا به در خانه هستی میگه چرا مکتب نمیخوانه شویم نمیمانه نمی وی اینجا امریکا هسته شوی چی هسته اونی که دیگه برشیات میتن شما او را فکر نمیکنین شما همو قانونی که در اونجا قانون جنگل بود چوب در دستتان 24 ساعت چوب یا مشت خیال میکنین که تو تانین اداره کنین اداره بازور نمیشه محبت نباشه سعی کنین آزاد بانین زنایتان و دخترهایتان آزاد بانین در قیدگیری دخترم از پشتان میره زنم میره بچام میره زندگی هم میره خودت آواره میشه مثل اونو بیادر ما که داستان زنش اول قصه کردم میگه پیش هر کس که میشه یک آهی میکشه که زن زن افغان اونو تو میشین بعد بعد از او چی فایده یک دفعه که تیری که از پشتش بزنی در دومش میخوره چی فایده وقتی تو نوشداروی پس از مرگ سهراب در فارسی میگه یالا که تو بعد از او پشیمانی چی فایده چی سودی داره پشیمانی برای تو چرا امورا از اول زندگی تانا همو تو خوب و آزاد پیش نمیبرین زنت گفت مکتب میرم بگو آب عزیز برو خوش داری مکتب بری آه برو یا کار خانه را وقتی که تو آمدی چای نبود دیگ نبود خو یک کمشه تو بکو چی میشه دشمن آوردی برای خودت دشمنت خونه است یا کنیز و کلفتت خونه است زنت است همسرت است همزبان و هموطنت است یک کسی است که چقدر پیسه مصرف کرده دختری است که کس تاله ای را ندیده بجز از تو چرا کت از دشمنی را میگیری که در بیرون کت یک بیگانه که ایش نمیشناسه یک جان و فلانی جان بگو یا فلانی خانم بگو یا امورا ای در دلش جای بگیره که ببین ایش چه چی لحنی با ما گب زد شوهرم چی میکنه منظور من یاد دادن شما ها هسته مردای افغانی که برتان تان بد و بیرا میگم دوتان میزنم یا هر چی که میگم کلش در خوبی تان هسته گبایی که من میزنم شاید تا حال هیچ خواهر یا مادرتان برتان نگفته باشه و خاطر این می خواهر و مادر شما رو بیرا کردن همیشه گفته که تو بچه هستی تو بچه هستی و تو مرد هستی این همه شما رو رسوا کرده مرد و زن نداره وقتی که زن و مرد یک جای شد زندگی نیست میشه کار خانه نیست میشه کاری بیرون نیست میشه هر چی که تو در خانه بیاری هر کاری که تو در خانه بکنی اولاد نیست بس تو نیست بزی تلاش کنین اینا رو بفهمین زندگیتان جور میشه خوب عزیزان دل خواهرا و برادرانی خوب و نازنین هم امیدوار هستم که داستانا رو ببینین و هم عزیزان یک درس بگیرین از این داستانا که من چی میگم داودش نام نتین که چرا زنای ما ریاد چیزی نیست که خدای نکرده من دروغ بگویم یا شما را در سر شما بیایم کدام زور بگویم چیزی هست که در فایده تان است و و گبی که من میزنم خدای نکرده کدام گبی نیست که ده خانه افغانی نبوده باشه این مشکلات کل افغان است عزیزان دل تلاش کنین زندگی خودتان بسازین زندگی رو جور کنین نیک زندگی را خراب زندگی را خراب نکنین سعی کنین در اون چیزای کوچکی که در زندگیتان هست چی هست مشکلات را بردارین نه مشکل زیاد کرده برین خب نازدانه های ما خواهرای بسیار نازدانه و نازنینی من تشکری میکنم از تان با که همین ویدیو را دارین میبینین و دیدین نظریات خودتان را در کامنت نوشته کنین بازم بگویم سابسکرایب یادتان نره ویدیوها را شیر کنین نازنینا که تا افغانهای دیگه هم آگاه شوند و ویدیوها در بین مردم پخش شوه مردم ها ببینن و اوشیار شوند کسایی که زندگیشان از هم دیگه میپاشن در بسیار آسانی برای یک مکتب برای یک بیرون برای یک چیز دیگه عزیزان دوست داشتنی ما خدا یار و نگهدار شما تا برنامه بعدی که بازم با شما باشم خدا حافظ شما